پایدار، پایدار. یغما بود بارباش مرد. بیا بیا، گفتم برد بار باش. اینجا اندرونی نیست، تو نباید اینجا باشی. اینجا پر از مردای غریب است، پر از مردای انگلیسی که خدا رم بنده نیستن. یغما حریف همه اونا هست. یغما مرد تر از پایدار خانه که اینطوری دست و پاشو گم کرده. چی شده که پایدار خان از مدار پایداری بیرون رفته و سراسیمه شده؟ این مردکه انگلیسیه، دهن دریده بی حیا، هرچی اعتبار او رو داشتم سکه یه پول کرد. ولی قرار بعد سکه پارو کنی تو، با هزار سکه 10 برابر به روی اعتبار میخری مرد. مرد 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 مردانه ای، سکه برای من آبرو و اعتبار نمیاره. فقط یک ابله ساده لو فریب میخوره از این حرفا. قوام اومدن درونی؟ بیقرار نبود اصلا. چطور؟ چون میدونه این روزا آبرو و اعتبار مثل مقام و لقب خرید و فروش میشه. فقط شکایت کرد به کوکب خانم که نباید اینقدر به انگلیسی ها اعتماد میکرد. باور کن که تو هیچ کم نداری از قوام. نگاه کن به دور، دورتر، بازم دورتر. هرچی بیشتر ببینی بیشتر صاحبش میشی. ولی اگه فقط جلوی بینی تو ببینی، صاحب هیچ چیز نیستی جز یک دماغ سوخته. این انگلیسی بی حیا اگه بخواد اندرونی رم براش خالی میکنم. منم مثل قوام و کوکب خانم زل زدم به اون افق دور. باید اونقدر جلو برم که این زن و شوهرم کشش نداشته باشن. تنها من باشم با تو، فقط با این انگلیسی هاست که میشه حتی به پادشاهی هم فکر کرد. نگو نگو، پشتم لرزید. ولی یغما نمی لرزه و با جرأت حرف میزنه. یغما پایدارتر از پایدار خانه. همین یغما تو رو به جایی میرسونه که الان تصورش پشت تو میلرزونه. نگو 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 نگو، پشتم لرزید. Thank you.
خانم جان. این هندیا دو روز دیگه اینجا باشن قلعه رو به آتیش میکشن. درستش میکنم. بیای. ای چه وضعی اینجا را این دازدن؟ همه زندگی ما رو به هم زدن که چی بشه آخه؟ گریه نکن محبانی، درست میشه، برو کنار. حاضر باشن دیوازی رو بقید. That is very important. Do you understand? Yes, sir. Mr. McNeil. جان قلی. بله خان. بگید بیان. بیاین داخل. سریع‌تر. من تا بسیم. سریع‌تر. سریع‌تر. برن تا بسیم. ایشون جان قلی بقیه هم بهترین بلدچی های منطقه هم. چی هست نام این جا؟ سایه سار. سایه سر. آه. منطقه سایه سر. سایه سار. از شما کدوم این منطقه سایه سر میدونید آشناست؟ کاوک، مقداد، بصیر، عبید. این چهار نفر منطقه رو مثل کف دستشون میشناسن. All right. این چهار تا نفر به فرمان من، باقی مرخص. زود. جان قلی. بله خان. دم دست باش تو. سریع‌تر. اینجا این اتاق بیس آف اپریشنز. اینجا میشه اتاق عملیات. اتاق عملیات. آفرین. ما باید اینجا بپاشیم خیلی زیاد. گل و لای لجن. لجن؟ لجن. گل. کلی. گل کوزه. گل رس. خاک رس میخوام. چه مقدار؟ خیلی 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 زیاد. سه خروار. چشم. زود. خیلی زود. نه. نه چیه؟ من میخوام برم اندرونی. اندرونی. آقا اندرونی میخوام برم. اندرونی. آقا میخواستم برم اندرونی، نذاشتم برم. آقا کی نمیذاره؟ یه هندیه. ببینم باید برم اندرونی. من نه، اندرونی متعلق به منه. باید برم اندرونی. من اندرونی متعلق به منه. اندرونی متعلق به منه. استر مکنی، من باید برم اندرونی. اندرونی. تو
به دنبال من باشید. فالو می. بیا. اینجا خونه محبنی. خونه یه خدمه. دانستم. بیا. باید. دستور. شما اینجا باشید باید، نه جای دیگر. اندرونی نباید خبر از ما به بهادر. یعنی اندرونی ما جاسوس داره؟ نه همه، یک نفر شاید. به من اعتماد ندارین؟ این دستور تا پایان عملیات. تمام. آقا بهشون بگین شما چی هستی؟ اینا شما رو نمیشناسن. تو فقط حرفی نمیزنی. مستر بی خبر از مقام شماست. بخونیم به گوشش. چی بخونم به گوش خر؟ همینجا میسوزیم و میسازیم. محبانی جانم، تو فقط هیچ حرفی به هیچ کس نمیگه. باشه، خاطر جمع باشین قربان، من نون نمک شما رو خوردم. تنگ ناجو. خوب تنگ ناجو خیلی گود و باریکه. خوب چهار از به سختی بغلم رد میشه. تنگه یه ناجوز وری دیپ. یس. خوب. خوب. چوش. چوش. خوب. بومبسته. را به جای نره. دیواره بالای چوش صافه. یس. صاف. خوب. خوب شد. بهتر شد. خوب. سایه سر. سایه سر. محل استقرار بهادر. او یس. سایه سر مسلط به تنگ است. کسی رد بشه با تیر میزنن. یس. پس این کتو کجا هست؟ پایین تر از قله، بالاتر از سایه سر. دیوارش صافه مثل شیشه. یس. از کجا باید رفت کتو؟ از پشت کوه را داره. پشت. از پشت کوه. از پشت. این راه. دو روز و دو شب راه هست هموار به رنگریز. رنگ ریزم به مرداد سنگ، مرداد سنگ راه مستقیم به کتوک. یاس.
رنگ ریز. اوکی بله. مردار سنگ. خوب 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 شد. بله این راه مستقیم به کتوک. کتوک بومبست. بومبست بومبست. الان این راه خوب خوب خوبه. خوبه مردار سنگ کتوک خوبه. همه خوب خوبه. خوبه خیلی خوبه. سایه سر بهادر تمام. Any question? No, sir. No, sir. With this plan, our victory is certain. Yes, of course. شما ندارم گفتی اطمینان به شما ندارید. You haven't speak English. من فارسی باید یاد گرفت. به اطراف شما هیچ اعتماد نیست. شما به هیچ کس اعتماد ندارید. بیا از حالا لشکریان هندی از اینجا حرکت برای این رنگریز. از رنگریز به آرامی در شب. هیچ کس نباید بفهمه. حرکت برای این مردار سنگ. بعد مردار سنگ حرکت برای این کدوک. هیچ کس نباید دانست به غیر از شما. بعد اینجا مستقر بالا سر بهادر. دیگه اینجا عملیات تمام. این غیر از شما هیچ کس ندانست. حالا فهمید به شما اطمینان داشت. ممنونم. حالا شما باید یک تومه آورد. تومه؟ بله. شما تعداد این نفر لشکر آورد برای مقابله با جنگ بهادر. وقتی اونا اونجا نابود مرده می شوند، لشکر هندی از بالا عملیات رو تمام می کند. عجب اطمینانی. شما باید آورد تا معلوم شود از طرف شما به ما اطمینان. این کار خیلی سخته مستر مکنیل. سخت. چیز با ارزش همیشه سخت به دست می آید. دیدید بالاخره شما به من احتیاج دارید. بله داریم. بدون من مرغ پیروزی روشونه شما نمی شینه. حالا این مرغ به دستور شما می شینه؟ نه به کمک من. تمام. فقط یک خواسته. تمام. لطفاً استر مکنین یک خواسته بشنویم. اون تومه ها لازم نیست کشته بشن. وقتی جنگ شروع شد شما سریعاً وارد عمل بشید تا اونا کشته نشن. یس پرامیس. یس آشکار کجاست؟ بار گذاشتن ما را جان قلی. هیچ کس اینجا نیست. سپاه رفته. این همه مشعل چرا روشنه؟
جانگولی نباید رو دست بخوریم. بله خان. مستر مکنی خوشحالم میبینم تو. بکردم رفتیم. روشن مشعل یعنی اینجا شلوغ هست. جانگولی فرمانده قشون نظامی. جانگولی. بله قربان. مطیع گوش به فرمان. فقط اطاعت. اطاعت محض. این فوج تو هم به مثل تو هست؟ بله قربان. مطیع گوش به فرمان. حرکت برای سایه سر پس. مستر مکنی قرار بود من همراه شما باشم. شما اینجا میمانید. پایدار چی شده شوهرم؟ درونی انتظار میکشه. نامرد ما را جا گذاشت و رفت. خود همه افتخار پیروزی را یک جا تصاحب کنه. میترسم. ترس چرا؟ اونجا الان تیره و تفنگ. غنایم بعد پیروزی تقسیم میشه. که باید سهم خوبی طلب کنی. یعنی بازم منتظر بمونیم تا سه روز هیچ خبری نیست اینجا. بعد هم فقط جشن داریم و سوراسات برای پیروزی. برای این قلعه خالی سه تا نوکرم زیاده. پایداری که پایبند یغما شد هیچ نصیبی نداره جز پیروزی. آن شب این پای در خان وقتی رها کردم تنها در قلعه ره سپار شدم به لوکشن به سایه سر جای بهادر. از جمله هفته پیروزی از برای من در کوبیدن شورشگرها که همیشه نه آسان نتیجه داشت. حتما که آسان ترین باشد این. سایه سر محل استقرار بهادر. دیدن بهادر واقعا دوست می داشتم من. Who is man؟ کی بود این مردک که این همه حاضر شدن جان بدن برای او؟ تکیه دادیم سایه سر. مجبورن که از روبرو بیان. سایه سر مسلط به تنگ است. کسی رد بشه با تیر میزنن. انگلیسی جرأت نمی کنه نزدیک شه. خسته میشه و میره. این بدبخت به عقلش فکر نمی کرد که به گفتار ایرانی ها آشی پخت هم برای ایشان یک وجب روغن. خبر نداشت بیچاره که با چه خطر می افتد در پوت. او در دیگ. حالا شما باید یک تومه آورد. تومه؟ شما تعداد این نفر لشکر آورد برای مقابله با جنگ بهادر. وقتی اونا اونجا نابود مرده می شوند لشکر هندی از بالا عملیات رو تمام می کند. تومه نشیم.
شرط می‌بندم تسلیم میشه. اگه سرخو بود همه رو به کشتن میداد. اما بهادر عاقله. اون تومه ها لازم نیست کشته بشن. وقتی جنگ شروع شد شما سریعا وارد عمل بشید تا اونا کشته نشن. یس. پرامیس؟ یس. همیشه فاته که من باشم بر آن تصمیم گرفت که این موش ها با جان هم بیوفتن به پیکار. دستور تیر انقدر دیر فریاد کنم تا کشته موش ها پشته گرده. هرچه موش کمتر باقی زندگی برای بشریت آسوده تر. یه فوج داره جاگیر میشه تو دره. میتونیم نذاریم بیان اینجا. جلو بیان تا بگم. این مردک احمق با آن دوربین مسخره‌گر چه گمان خام که مرا میپاید. بیچاره هیچ ندانست که مکنیل داخل دوربین باشد خیال. مکنیل اصلی از بالا سر آمده که تیر ببارد و او با خاک یکسان. بشید کسی کشته نمیشه. بهادر این آخرین اخکاره. کسی کشته نمیشه. غیر انگلیسی جماعت دست و پا هدف میگیرین. آماده شلیک. همین حالا باشد که دستور مکنیل از آستین موش ها میزند بیرون. قانون طبیعت اینطور دستور داد که قوی باقی باشد و ضعیف باقی نباشد. اوه عجب. گویا زیاد خیلی کمهوش نیست این بهادر. در بالا سر ایستاده با تسلط ولی دستورش نکشتن باشد.
انگلیسی بگو تسلیم شتاب زنده بزنم بریم. پس خیلی خیلی لازم که موش شجاع از خیال و خواب بیرون کشیده باشد. حالا دستور مکنیل به پرچم قرمز رسید که این مفلوک زده نابود گرده. کرد به عقلش که فقط مگسی هست در چنگک عقاب. دوست می داشتم نگاه بدوزم به چشمای این موش کور. عجب، خیلی عجب. چه میبیند مکنیل؟ احترامی در من بود برای این موش شجاع. هرچند برابر بشیر موش هیچ باشد، یک دفعه این محترم داشتن هیچ شد برای من. قهرمان شما که خیلی ترسو همه شما تحویل من داد برای نجات خودش. من خیلی دل می سوزد برای شما که فکر یک خرگوش نه یک موش ترسو قهرمان می باشد. چقدر کشت انگلیسی آدم تا خواست فرار، اما همه دشمن زد گلوله. اما ولی توانست فرار؟ این باید گفت معجزه. معجزه شد باطل. شمسی بذار اینجا. محب علی بیا. بله خانم. اونجا نه توران. بده بم. Oh!
سرایدارخان امر کردن هیچ اسب و درشکه‌ای وارد قلعه نشه. حتی ایلخان استثناء قائل نشدن. شوکت خان برگردیم. شوکت خان بر نمی کردیم. آقایان لااقل بذارین بیاد پیشوازم. خانم خانم خوانین داخل نیومدن. به کارت برس. هایدار خان برو بالا شمسی. خوشمزه است. خوانین داخل نشدن. میبینی؟ یه مش ابنال وقت میخوان درو کنن هرچی تو کاشتی. اگه به خواب ببینن. ببر این مطبخ اون بر یادت نره. سلام آقایان، خیلی خوش آمدید. این فرمانده انگلیسی جنرال مکنیل. این اسما تو دهن من نمیذاره. مهمان ایلخانه، یعنی مهمان من. من نمیفهمم این چه سریه. هر کی سرازیر میشه میاد قلعه دور. کبوتر با کبوتر، باز با باز. یعنی ما آدم نیست. نه شوکت خان، شما ایرخانید. شما روی سر ما جا دارید. این انگلیسی ها دوست دارن یه جای فرود بیان که باهاشون به زبان خودشون حرف بزنن، براشون غذای فرنگی طبخ کنن. خلاخانه فرنگی بسازیم براش. البته اگر برای مبال فرنگی محدودیتی نداشتیم حتما می ساختیم. اینجا چرا استادید؟ مزین کنید لطفا. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. مردم ناجی خودشون را خواهند شناخت و ایرانیان واقعی به استقبال شما خواهند شتافت. بهادر اگه میخواست یکی از ما زنده نبود الان. بله بهادر، دشمن هر دوی ماست. به مقام و مرتبه من فکر کنم.